سرخط خبرها. در آستانه سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراین، روحانی میگوید بر محاکمه عاملین اصرار دارد، سپاه میگوید تقصیر آمریکا بوده. رقابت نزدیک در ایالت جورجیا برای کسب دو کرسی مجلس سنا، دموکرات‌ها از پیروزی قطعی یکی از نامزدهایشان خبر دادند. نامزد دموکرات‌ها در رقابت بر سر کرسی دوم هم ادعای پیروزی کرده. هادی نیلی از آتلانتا مرکز جورجیا گزارش می‌دهد. شمارش معکوس برای تایید نهایی پیروزی بایدن در کنگره آمریکا. گروهی از جمهوری‌خواهان همچنان از به چالش کشیدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری می‌گویند. و بعد از یک سال سختی و محدودیت، جشن هدیه برای بچه‌های اسپانیایی. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. در آستانه سالگرد سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران در جنوب تهران، سپاه در بیانیه‌ای ماجراجویی‌های آمریکا را عامل این فاجعه خوانده. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته همه کسانی که در این واقعه به گفته او قصور داشتند باید محاکمه شوند. مقام‌های ایران می‌گویند که شلیک موشک به سوی این هواپیمای مسافربری سهوی بوده و در یک سال گذشته وعده محاکمه مقصران را دادند. اما خانواده‌های قربانیان و دولت‌های خارجی درگیر پرونده از عملکرد ایران راضی نیستند. تمام 176 سرنشین این هواپیما کشته شدند. فرنوش امیرشاهی گزارش می‌دهد. مسببین این حادثه حالا اشتباه کردن، هرچه بوده باید در یک دادگاه عادلانه محاکمه بشن. سخنان حسن روحانی یک سال بعد از شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراین. قوه قضایی همه عامل یا عاملین این حادثه رو مورد محاکمه قرار میده. این محاکمه برای ما مهمه. افراد اگر قصور کردن، تقصیر کردن، اشتباه کردن، هر چی که بوده، ناهماهنگ بودن، هماهنگ بودن، همه زوایای مسئله باید روشن بشه. درخواستی که یک سال از خانواده‌های 176 قربانی هواپیمای اوکراینی و کشورهای درگیر در این پرونده دارند و خواستار روشن شدن ابعاد مختلف آنند. اما سپاه پاسداران با اینکه پیشتر مسئولیت شلیک به هواپیما را به عهده گرفته بود، امروز موضع متفاوتی گرفته و در بیانیه‌ای گفته این اتفاق به خاطر آنچه ماجراجویی‌ها و اقدامات تروریستی آمریکا خوانده بوده و وعده انتقام سخت داده. ایران میگوید آنچه اتفاق افتاد خطای انسانی بوده و حالا برای جبران به هر خانواده 150,000 دلار غرامت می‌دهد. خانواده‌های قربانیان در این مدت خواستار روشن شدن حقیقت بودند. می‌گویند که به جای غرامت شفافیت می‌خواهند. چرا این کارو کردید؟ چرا زدید؟ الانم برای عزیزان ما نرخ معلوم می‌کنید. ما نه دیه می‌خوایم، نه غرامت می‌خوایم. مقامات ایران در یک سال گذشته با گروه پیگیری حادثه چندان همکاری نکردند و بارها از فرستادن جعبه سیاه هواپیما و گزارش فنی درباره علل سرنگونی هواپیما خودداری کرده بودند. به تازگی اوکراین اعلام کرده که گزارش نهایی را دریافت کرده و 60 روز فرصت می‌خواهد تا آن را بررسی کند. بابا من میگم شاید یه نفرم زنده مونده باشه. بامداد 18 دی ماه پارسال پرواز PS752 با شلیک دست کم دو موشک پدافند سپاه در نزدیکی تهران سرنگون شد و تمام 176 سرنشین آن جان باختند. شلیک به این هواپیما ساعتی بعد از حمله موشکی سپاه به پایگاه نظامیان آمریکا در عراق به تلافی کشتن قاسم سلیمانی فرمانده سابق سپاه قدس بود. مقامات ایران سه روز در اعلام علت اصلی سقوط این هواپیما سکوت کردند. سرانجام با فشار نهادهای بین المللی به ساقط کردن آن اعتراف کردند، اما گفتند که سهوی بوده. بلافاصله حرکت کردم به سمت تهران، ولی بین راه من زنگ زدم به مسئولین گفتم این اتفاق افتاده، من احتمال بالا میدم که هواپیما خودی رو ما زده باشه.
خانواده قربانیان و مقام‌های اوکراین و کانادا سهوی بودن دستور شلیک به هواپیما را زیر سوال می‌برند. ما فراموش نمی‌کنیم. 8 ژانویه بود که قرار بود برگردم. حالا یک سال بعد از این حادثه هنوز ابهامات باقی است و داغ خانواده‌ها تازه. فرنوش امیرشاهی، بی بی سی. پیشتر در گفتگو با احسان مهرابی روزنامه نگار درباره تناقض میان درخواست محاکمه عاملان از سوی رئیس جمهوری ایران و بیانیه سپاه پاسداران درباره مقصر دانستن آمریکا در این حادثه پرسیدم. صحبت‌های آقای روحانی از جهتی با هدف با یادآوری این موضوع و همینطور جدا کردن موضع دولت و انداختن توپ در زمین قوه قضاییه مطرح شده. به هر حال در 3 روز اول این حادثه مقامات دولت هم عملاً همراه نهادهای نظامی کل حادثه را تکذیب می‌کردند و بعداً اعلام کردند که تکذیب به دلیل اطلاعاتی بوده که سپاه پاسداران به اونها داده بوده. آقای روحانی هم در همون روزها اعلام کرد که این حادثه کار یک نفر نمیتونه باشه و گفت که به دلیل سوابقی که در مدیریت پدافند هوایی کشور داشته از این جهت مطمئنه که در این اقدام افرادی نقش داشتن و تنها موضوع نباید به یک اپراتور ختم بشه. اما بعدها به نوعی صحبتاش را تلطیف کرد و گفت که نباید نیروهای مسلح را تضعیف کرد. الان هم بر اساس شواهد به نظر نمیرسه که محاکمه فراتر از همون اپراتورهایی باشه که موشک را شلیک کردن و بر اساس گفته هایی هم که مطرح شده امکان داره که برای اونها حدود 3 سال زندان صادر بشه و با توجه به بیانیه سپاه و دیگر سخنان مقامات دادستانی نظامی عملا نمیشه محاکمه ای را فراتر از این انتظار داشت، چه الان و چه در آینده. دادستانی نظامی البته وعده داده بود که در آستانه سالگرد سقوط این هواپیما حکم متهمان را اعلام میکنه، اما احتمالاً در نظر گرفتن که این حکم به روزهای آینده محول بشه، چون قاعدتاً اعلامش در این فضا هم میتونه اعتراضهایی را به دنبال داشته باشه، چون نظر خانواده ها و دیگر زینفعان را تأمین نمیکنه. اساساً نقش دولت در اینجا چی میتونه باشه؟ به جز این که صحبتهایی رو که کرده آقای روحانی، در عمل میتونه اصلا کاری بکنه برای اینکه عدالت بخواد اجرا بشه؟ چون این وسط مسئله این هم هست که یه سری روزنامه نگارا، کسایی که معترض بودن به سقوط هواپیما و کسایی که سوگواری میکردن هم اینها بازداشت شدن، بعضیشون محاکمه شدن. دولت عملا در فرایند محاکمه افرادی که نقش داشتن در سقوط هواپیما نمیتونه نقش داشته باشه. تنها نقشی که دولت میتونه داشته باشه که اون رو هم اجرا نکرده، کمک کردن به روشن شدن حقیقت ماجراست. اما دولت هم به هر حال در این موضوعی که اقدامی انجام نداده و به نظر نمیرسه که دولت هم قصد داشته باشه که واقعیت ماجرا رو منتشر بکنه و عملا عمل کرده دولت هم در راستای همون عمل کرده نهادهای نظامی بوده، حال به این دلیل که قاعدتا دولت خیلی نمیخواد با اون نهادها درگیر شه یا اساساً در این باره وظیفه‌ای برای خودش نمیبینه که بخواد واقعیت ماجرا رو بیان بکنه و عملاً از دولت هم نمیشه، از دولت هم بعیده هیچ اقدام خاصی در این باره انجام بده. احسان مهرابی توضیح میداد. چند خبر کوتاه. وکیل خانواده غلامرضا منصوری از متهمان پرونده فساد در قوه قضاییه ایران که بیش از 6 ماه پیش در رومانی به شکل مشکوکی درگذشت گفته تاکنون هیچ اقدامی در پرونده مرگ او صورت نگرفته. محمود علیزاده طباطبایی همچنین گفته که این پرونده ابهامات زیادی دارد و حتی اموال و اجناسی که همراه آقای منصوری بوده به دست خانواده او نرسیده. آقای علیزاده خبر همراهی یک زن با این قاضی پیشین را در رومانی تایید کرد. آمریکا میگوید 7 میلیون دلار از دارایی‌های ایران را در امارات متحده عربی توقیف کرده و آن را به عنوان غرامت به آمریکایی‌های قربانی تروریسم دولتی می‌پردازد. وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرده که این مبلغ بخشی از 1 میلیارد دلاری است که ایران در سال‌های 2011 تا 2014 با کلاهبرداری و دور زدن تحریم‌ها و با همکاری یک شهروند آمریکا به نام کنت زوند از کره جنوبی به نقاط دیگر جهان منتقل کرده. آقای زوند
جونگ پیشتر در کره جنوبی به 5 سال زندان محکوم شده و به اتهام پولشویی و نقض تحریم‌ها در آمریکا تحت تعقیب است. رکود اقتصادی ایران امسال از آنچه قبلا تصور میشد خفیف‌تر خواهد بود. تازه ترین گزارش بانک جهانی که بر اساس آمار و ارقام نهادهای دولتی ایران تهیه می‌شود، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری را منفی 3.7% تخمین زده که در مقایسه با گزارش 6 ماه پیش این سازمان 1.6% بهتر است. این گزارش رشد سال آینده اقتصاد ایران را 1.5% پیش بینی کرده. شمارش آرای انتخابات دیروز در ایالت جورجیای آمریکا ادامه دارد، اما به نظر می‌رسد که نامزدهای حزب دموکرات توانستند هر دو کرسی این ایالت را در مجلس سنای آمریکا به خود اختصاص دهند که به معنای خارج شدن اکثریت سنا از دست جمهوری‌خواهان است. تا اینجا که 98% آرا شمرده شده، رسانه‌ها پیروزی رافائل وارناک را قطعی دانستند. در رقابت بر سر کرسی دیگر هم جان آساف از رقیب جمهوری‌خواه خود جلوتر است. هدیه نیلی خبرنگار ما که برای پوشش این انتخابات به آتلانتا در جورجیا رفته الان با ماست. هدیه، خبر خوبیه برای دولت آقای بایدن؟ همینطوره، برای جو بایدن و دولت او که از 2 هفته دیگه کارش رو شروع میکنه و دموکرات هایی که به او رای دادند و به طور کلی میشه گفت کسانی که در این 4 سال از مسیری که ایالات متحده آمریکا در ریاست جمهوری دونالد ترامپ در پیش داشت ناراضی بودند، خبر خوشحال کننده یه بابت این که الان دیگه دموکرات ها کسانی که اساسا با شعار علیه دونالد ترامپ بیشتر از هر چیز به نظر میرسه رأی آوردند، الان هم دولت و هم کنگره رو به طور کلی در دست دارند. قوای مقننه و مجریه مسیر همواری برای عمل به ایده ها و وعده هایی که جو بایدن و کامالا هریس رئیس جمهور منتخب و معاونش در انتخابات به رای دهندگان نوید میدادند و مسیری که البته اکثریتی که شکننده است، اکثریتی که در نهایت با حضور معاون رئیس جمهور کامالا هریس که در آینده در 14 روز دیگه کارش رو شروع میکنه به عنوان رئیس رسمی سنا میتونه هر بار رأی ها 50-50 بشه، جمهوری خواه و دموکرات، او بیاد یک رأی دیگه بده و ترازو به نفع دموکرات ها بچرخه. ولی خب اگر جمهوری خواهان میتونستن این 2 کرسی رو نگه دارن یا حتی یکی از کرسی ها رو میتونستن نگه دارن یا بتونن نگه دارن، چون هنوز یکی از کرسی ها نهایی نیست نتیجش، این مسیر دشوار میشد برای جو بایدن، چون اهرم قوی پیدا میکردن جمهوری خواه برای چانه زنی و موازنه قوا با جو بایدن در سالهایی که پیش روست. هادی، ایالت جورجیا ایالت جمهوری خواهی بوده، برای سالها نه به رئیس جمهوری دموکرات رای داده و نه به نمایندگان دموکرات. چی شد که امسال شرایط تغییر کرد؟ همینطوره، از همین بابت هم شگفتی باور بود، هم در نوامبر در انتخابات ریاست جمهوری 2 ماه پیش و هم در این انتخابات دیروز. اگر نهایتا هر 2 کرسی برسه و قطعی بشه که به دموکرات ها برسه، شگفتی دیگری خواهد بود. بعضی ها در اولین واکنش ها دونالد ترامپ رو کسی میدونن که چنین هدیه‌ای به حزب دموکرات داد، هم از جمهوری خواهان و هم از دموکرات ها گوشه و کنار میشنویم که میگن بیشتر از هر چیز دونالد ترامپ بود که با حمله هایی که این 2 ماه به برگزار کنندگان انتخابات در ایالت جورجیا که خودشون جمهوری خواهند، فرماندار و مسئول برگزاری انتخابات خودشون جمهوری خواهند، خودشون اعلام کردن به دونالد ترامپ رای دادن، ولی دونالد ترامپ بارها به اونها حمله کرد، چون جورجیا یکی از ایالت‌هایی بود که جو بایدن پیروز شد و پیروزی تعیین کننده بود برای اینکه جو بایدن به ریاست جمهوری برسه. دونالد ترامپ بدون ارائه شواهد، بدون اینکه دادگاه‌ها این ادعاها رو بپذیرند، تکرار می‌کنه مرتب، هنوز هم داره تکرار می‌کنه که از جمله در جورجیا تقلب شد. خیلی از استراتژیست های جمهوری خواه هشدار میدادن که این رویکرد شاید باعث بشه که رای دهندگان جمهوری خواه شور و شوق کمتری داشته باشن برای اینکه بیان در انتخابات مهم دیروز رای بدن، شاید این موثر بوده باشه. و در این حال تلاش های حزب دموکرات در رأس اونها استیسی آبرام، زن سیاه‌پوستی که تلاش کرد اول فرماندار بشه 2 سال پیش ولی در انتخابات شکست خورد و بعد تلاش‌هاشون متمرکز کرد برای اینکه عده بیشتری ثبت نام بکنن برای رای دادن، میزان مشارکت رو بالاتر برد به طور خاص بین دموکرات‌ها، او هم شریک این پیروزی حساب میشه از دید دموکرات‌ها. ممنونم از هادی نیلی از آتلانتا با ما.
و اما در واشنگتن ساعتی قبل از آغاز جلسه مشترک مجلس نمایندگان و سنای آمریکا برای تایید نهایی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، هواداران دونالد ترامپ به درخواست او به خیابان آمدند تا خواهان تغییر نتیجه به نفع رئیس جمهوری فعلی شوند. انتظار می‌رود جلسه امروز کنگره جلسه طولانی و جنجالی باشد، هرچند که به گفته رسانه‌ها و کارشناسان نتیجه انتخابات نهایتاً تایید خواهد شد. همکارم سام فرزانه در واشنگتن جزئیات بیشتری درباره این جلسه گفت. در دوره‌های گذشته این جلسه تقریباً هیچ وقت به اخبار حتی داخلی آمریکا هم نمی‌رسید، چه برسه به اخبار بین‌المللی. حدود 20 تا 30 دقیقه بیشتر طول نمی‌کشید. الان ما شاهد این هستیم که بعضیا صحبت از چندین ساعت بحث می‌کنن و امکان داره که به طول بیانجامه، برای اینکه برخلاف همیشه الان سناتورهای هم هستن که اعلام کردن که اونها می‌خوان در واقع اعتراض بکنن به نتیجه‌ای که از ایالت‌های مختلف اعلام میشه. در مرحله اول اگر یکی از نمایندگان مجلس نمایندگان اعتراض بکنه، این اعتراض رو رئیس جلسه که معاون رئیس جمهوری آمریکاست، او میپرسه که آیا سناتوری هم هست که به این اعتراض داشته باشه، و اگر هم یک نماینده مجلس نمایندگان و هم یک سناتور اعتراض داشته باشن، اون موقع حالا میاد در موردش بحث میشه. برای هر اعتراض 2 ساعت زمان میگذارن در هر کدوم از 2 مجلس و قراره که احتمالاً تا 6 تا ایالت کلیدی هستن که احتمال داره که در مورد اونها اعتراض انجام بشه، و اون وقت حالا خواهیم دید که نتیجه چه خواهد بود. رئیس جلسه که در واقع معاون رئیس جمهوری، نقشی جز اعلام یا در واقع برگزاری این جلسه نداره. بعید به نظر میرسه که بتونه خودش کاری انجام بده، اما آقای ترامپ از دیروز فشار رو زیاد کرده به مایک پنس معاون خودش و میخواد که او کاری انجام بده و یک جوری نتیجه انتخابات رو به نفع آقای ترامپ، اونطور که حتی خودش هم توییت کرده، این رو برگردونه. طرفدارای آقای ترامپ قراره که باز همه امروز تجمع کنن؟ ببینید، همین احتمالاً پشت سر من هم میدیدید کسانی که با پرچم عبور میکنن. اینجا در جلوی کنگره ما هستیم، بخشی از اونها اومدن اینجا و اینجا در اطراف کنگره از همین الان هم شروع کردن به شعار دادن های خودشون. بخش دیگری از اونها قراره که جلوی کاخ سفید برن در یک مراسم که آقای ترامپ هم گفته که در اونجا صحبت میکنه. دیروز هم کسانی که طرفدار آقای ترامپ هستن در شهر واشنگتن حضور داشتن، صحبت کردن، سخنرانی های زیادی بود و بخشی از این سخنرانی ها تکه از اونها را آماده کردیم میشنوید. بخشی از اونها میبینید که یک مقدار جنبه های مذهبی هم در کنار سیاست داره. And I want everybody to just keep the faith. I've got God's granted me this big platform. من از همه میخواهم که به خدا ایمان داشته باشند. خدا به من این تریبون را داده و من میدانم که معجزه هایی در روزهای آینده در راه است. همین حالا هم دیده اید که یک معجزه های اتفاق افتاده. فساد خیلی عمیقه. حتی در حزب جمهوری خواه هم فساد وجود داره. فرماندار جورجیا و فرماندار آریزونا را ببینید، همه اینها می روند. خدا یک پاکسازی بزرگ انجام می دهد و خیر و شر را از هم جدا می کند. معجزه می شود. It's going to be a great cleansing of evil and good. Okay? It's going to be a miracle. میدونیم که طرفداران آقای ترامپ امروز قراره که در شهر واشنگتن حضور داشته باشن. شهرداری و در واقع مقام‌های شهر واشنگتن هم به فکر افتادن و از مردم خواستن که خیلی درگیر نشن با کسانی که از خارج از این شهر برای تظاهرات میان اینجا، و همینطور از گارد ملی آمریکا هم خواستن که بیان در شهر و کمک بکنن به پلیس واشنگتن برای اینکه نظم در این شهر برقرار بشه و امنیت مردم هم تامین بشه در این روز. سام فرزانه گزارش میداد. نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای مهم امروز. در آستانه سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراین، حسن روحانی میگوید بر محاکمه عاملین اصرار دارد. سپاه میگوید تقصیر آمریکا بوده. در رقابتی نزدیک با جمهوری خواهان، دموکرات‌ها از کسب یکی از 2 کرسی مجلس سنا در انتخابات ایالت جورجیا خبر دادند. در ادامه برنامه، بعد از 1 سال سختی و محدودیت، جشن و هدیه برای بچه های اسپانیایی. و
رئیس جمهوری ایران میگوید که دولت طوری ارز واردات بعضی کالاها مثل چای و شکر و برنج را از 4200 تومان به ارز گرانتر نیمایی تغییر داده که بسیاری از مردم تغییری احساس نکردند. حسن روحانی گفته که در بودجه سال آینده ارز دولتی 11500 تومان در نظر گرفته شده و اگر یک باره به 17000 تومان افزایش یابد فشار بیشتری به مردم خواهد آمد. آرش حسنی و روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ با ما هستند. آقای حسنی، ارزیابی شما از حرف آقای روحانی چیه؟ ببینید، بر اساس حتی آمارهای رسمی که به طور معمول کارشناسای و منتقدانی داره که معتقدند که این آمارها معمولاً واقعی نیست یا با واقعیت فاصله داره، حتی بر اساس همین آمارها هم ما شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی در 9 ماه گذشته و در حتی بیش از اون یک سال و نیم گذشته بودیم، کما اینکه در آخرین گزارش مرکز آمار ایران که تورم آذر ماه رو تصویر می‌کرد، تورم مواد خوراکی و آشامیدنی نزدیک 60% بود که تورم بی سابقه حتی در دهه گذشته به حساب میاد. در ماهای قبل‌تر هم شاهد چنین تورم‌هایی بودیم. کالاهایی مثل برنج خارجی یا گوشت مرغ، تخم مرغ، کره، اصولاً کالاهایی که در سبد هزینه خانوار تحت عنوان کالای اساسی و معیشتی شناخته میشند، با افزایش قیمت‌های دو برابری 100%، 140% در همین دوره 9 ماهه روبرو بوده و بر اساس همین آمار میشه به این جنبندی رسید که چنین تورم‌هایی به شدت احساس شده و به شدت بر هزینه خانوارها اثر گذاشته. بر اساس آمارهای رسمی هم میزان مصرف خانوارها در سال 98، اون هزینه خوراکی و آشامیدنی اونها وقتی که با تورم اونها رو تعدیل میکنیم و به قیمتهای ثابت میرسونیم، نشون میده که هزینه خوراکی و آشامیدنی خانوارهای ایرانی در سال 98 به سطح کمتر از سال 94 رسیده بود، یعنی اونها مصرفی کمتر از سال 94 داشتند. همه اینها نشون میده که اثرگذار بوده این تورم در سطح خانوار و در سطح ملی بر مصرف. الان کمیسیون تلفیق خواسته که ارز بشه 17000 تومان و دولت میگه که این به مردم داره فشار میاره. چقدر عملیه برای دولت که بخواد این خواسته کمیسیون تلفیق رو عملی کنه در لایحه بودجه، با توجه به اینکه به هر حال اقتصاددان ها هم گفتن که ارز دو نرخی برای اقتصاد مناسب نیست؟ این اصل کلی است که ارز چند نرخی یا قیمت‌گذاری دستوری برای هر کالایی از جمله ارز نتیجه روشنی نخواهد داشت، کما اینکه همین ارز 4200 تومانی هم بعید شما سیاستی رو پیدا بکنید در تاریخ معاصر ایران که به اندازه این ارز 4200 تومانی خسارت برای اقتصاد ایران به بار آورده باشه و در نهایت هم هدف اون که کنترل قیمت‌ها، قیمت‌هایی که با این ارز ترجیحی وارد می‌شد مثل کالاهای اساسی و دارو، اثری در اون حوزه هم ما شاهدش نبودیم و این کالاها هم افزایش قیمت داشتن. اما اون اتفاقی که در کمیسیون تلفیق هم داره میفته خیلی روشن نیست، یعنی ما هنوز نمیدونیم که ارز 4200 تومانی حذف شده. این 17000 تومانی که در نظر گرفتن فقط برای مبنای حقوق و عوارض گمرکی است یا قرار هست که درآمدهای ارزی دولت هم بر مبنای همین ارز محاسبه بشه؟ در خود لایحه بودجه 1400 تا پیش از همین تصمیم به کمیسیون تلفیق هم ما شاهد این بودیم که ارزهای متفاوتی، نرخ‌های برابری مختلفی برای ارز در نظر گرفته بودن، از 4200 تومانی، 11000 تومانی تا ارز نیمایی که نزدیک به 25000 تومان هست. اصولاً این سیاست چند نرخی ارز چه در بودجه و چه در اقتصاد در تمام سالهای گذشته منتقدانی داشته و خسارتهای بسیاری برای اقتصاد ایران به همراه داشته. اساسا تک نرخی کردن سیاستی است که اقتصاددان ها از اون دفاع می کنند و اون رو ترجیح می دن به این وضعیت. ممنونم آرش حسنی با ما. امروز ششم ژانویه در دنیای مسیحیت کاتولیک جشن ایپفانی نام گرفته. به اعتقاد برخی مسیحیان، سه پادشاه فرزانه که از سرزمین‌های شرقی در پی ستاره نورانی راهی بیت لحم شده بودند، در چنین روزی برای عیسی مسیح که به تازگی متولد شده بود هدیه آوردند. در ایتالیا و اسپانیا کودکانی که تمام سال خوب رفتار کرده باشند به جز روز کریسمس، امروز هم هدیه می‌گیرند. در اسپانیا راهپیمایی‌های بزرگ این جشن به دلیل شیوع کرونا لغو شده، اما هدیه بچه‌های خوب نه. گزارشی ببینیم از دانیل ویتنبرگ. Gold, frankincense, myrrh and face masks. طلا، کندر، عود و ماسک صورت.
به طور معمول در روز جشن اپیفانی میلیون ها نفر در سراسر اسپانیا برای استقبال از سه پادشاه و هدایایشان به خیابان ها می آیند. امسال اما حتی پادشاهان باید خلاقانه عمل کنند. در بارسلونا برای اجتناب از تراکم جمعیت، سه پادشاه به جای دسته های عظیم همیشگی با قایق آمدند. مراسم ورودشان را تنها از تلویزیون می شد تماشا کرد. در جزایر قناری، سه پادشاه فرزانه تنریف به طور نمادین واکسن کووید 19 زدند تا همزمان با توزیع واکسن در تمام مناطق اسپانیا به مردم پیام امید برسانند. واکسن بهترین هدیه ای که علم به ما داده تا یک بار دیگه بتونیم از بودن در کنار دوستان و خانواده، به خصوص مادر و پدر بزرگامون، لذت ببریم. بچه خوب بودن برای کودکان اسپانیایی امسال از همیشه سخت‌تر بوده، چرا که چند ماه را به مدرسه نرفتند و به مدت 6 هفته در بهار حتی اجازه بیرون رفتن از خانه را هم نداشتند. اما وقتی مقررات منع رفت آمد در پایتخت و سراسر کشور برداشته شد و خانواده‌ها توانستند در گروه‌های کوچک دور هم جمع شوند، سرانجام فرصتی برای جشن گرفتن فراهم شد. می‌دونیم که 2020 سال سختی بود، برای همین من و کاسپر و بالتازار تصمیم گرفتیم نه تنها با هزاران هدیه بیایم، بلکه با خودمون یک عالم هیجان و امید بیاریم تا بلکه 2021 سال خیلی بهتری باشه. اگرچه جشن راهپیمایی امسال به دلیل همه‌گیری لغو شد، درخشش آتش‌بازی‌ها در آسمان سحرآمیزترین شب سال را رقم زد. دانیل ویتنبرگ، بی بی سی نیوز. دادگاه در بریتانیا قرار وثیقه برای جولیان آسانج، مؤسس وبسایت افشاگر ویکی‌لیکس را رد کرده. قاضی این دادگاه گفته که تضمینی وجود ندارد که آقای آسانج در صورت آزادی در دادگاه تجدید نظر درباره استردادش به آمریکا حاضر شود. دادگاه بریتانیا پیشتر با استرداد او به آمریکا مخالفت کرده، اما آمریکا گفته که برای این حکم درخواست تجدید نظر می‌کند. آقای آسانج از سوی دادگستری آمریکا به افشای بیش از 100,000 سند محرمانه و که سندهای دیپلماتیک و نظامی هستند متهم است. و قسمت مورد علاقه من در پایان برنامه بریم به سواحل اندونزی، به خاطر اینکه به خاطر همه‌گیری کرونا سفر برای انسان‌ها بسیار دشوار یا غیر ممکن شده و این فرصت رو به این بچه لاک‌پشت‌ها داده. بچه لاک‌پشت‌هایی که تازه از تخم بیرون اومدن دارن آروم آروم در این سواحل خالی از جمعیت به سوی اقیانوس هند حرکت می‌کنن. این لاک‌پشت در این مقطع زندگیشون اندازه یک کف دست هستن، در یک پارک طبیعی در شرق جزیره جاوه در اندونزی متولد شدن. لاک‌پشت دریایی تحت حمایت قانون اندونزی هستن. از هر 7 لاک‌پشت دریایی در جهان، 6 تاشون در این مجمع الجزایر پیدا میشن. ممنون که با ما همراه هستید.